أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وخير خلقه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن صدق الله العلي العظيم. نخست تقدير و تشكر میکنم از همه بینندگان رسانه آشیانه که همیشه این رسانه را دنبال کردن و بیننده حقیقت ها و واقعیت ها از این رسانه بودن. انشاءالله که در آینده ها نیز شما می توانید از این رسانه واقعیت ها و حقیقت ها و گزارش ها را ببینید. مطالب که امروز ما می خواهیم بیان کنم خیلی مختصر پیرامون دو سه تا موضوع هست. حوادث اخیری که رخ داد یا بعضی سرصداهایی که اخیر موجود بود در قسمت حجاب و بعد حجابی. این موضوع را ما میخواهیم که امروز نیز از طریق این رسانه به سمع دوستان و عزیزان برسانیم. در قدم اول ما خیلی مختصر بگوییم که حجاب یکی از وجایب دینی اسلامی و ایمانی ما هست. هیچ گونه در شک و شبهه نیست. طبق آیات قرآنی که بیان کردم میگوید که قل للمؤمنین، یعنی همه مردان باید در این راستا تلاش کند، کوشش کند که حرکات و چشم خود را و نگاه خود را متوجه بشد. بعد بانوان را مخاطب قرار میدهد که قل للمؤمنات، یعنی خانم ها نیز باید متوجه حرکات و طرز دیدگاه و نگاه خود باشد. این موضوع خیلی آشکار است، صراحت دارد، کدام حرف نو نیست. و موضوع دیگری که ما یادآور شویم بیان کنم، این مسئله حجاب یک از مسائل دینی هست، یعنی یک حرف نو نیست. ما بیاییم به من حد حجاب را مراعات کنیم که دین ما برای ما بیان کرده، شریعت ما برای ما بیان کرده و فقه ما برای ما بیان کرده. بیشتر از اون نه کسی دیگر حق دارد و نه میخواهد. ما فقط در امین حدی که دین برای ما اجازه داده است و برای ما جواز دانسته است، اگر ما حجاب را مراعات کنیم این مسئله کافی است. اما مسئله دیگری که در این آخر بعضی موضوعات و بعضی سرصداها وجود داشت، چهار موضوع خیلی مهم بود، در رسانه ها دست به دست می شد. این موضوع نیاز به شفاف سازی داشت، نیاز به وضاحت سازی داشت که البته مسئولین در این رابطه پاسخ خود را دادن، جواب ها را دادن، انشاءالله به سمع مردم رسانیده شده باشد. اما بعضی نگرانی ها تا هنوز هم موجود هستند که ما در ادامه می خواهیم بیان کنم. در قسمت اول هر کسی که حجاب را مراعات کنه، شریعت و دستورات را مراعات کنه، دیگر کدام ممانعتی در قسمت کار آنها، در فعالیت آنها وجود ندارد. یعنی هر خواهر ما که طبق دستور اسلامی حجاب را مراعات کند می تواند آزادانه به مدارس دینی برود، به مراکز آموزشی برود و بقیه کاروبار خود برد. این موضوع موضوع اول است. موضوع دوم، خب البته سرصداهای وجود داشتن که یعنی همه دختران چه حجاب داشته باشد چه حجاب نداشته باشد مورد بازداشت و مورد توقف قرار می گیرد. این مسئله را تا جایی که ما تعقیب کردیم و از مسئولین جویا شدیم، چون این چیزی به وقوع نپیوسته است، فقط اما افرادی که واقعا بد حجاب بودن اونا بسیار مسئول، یک تذکر برایشان داده شده است و والدینشان در جریان گذاشته است. این موضوع دوم است، انشاءالله ما اطمینان میدیم کدام حرف وجود ندارد. اما بس ما ور تبلیغات فراتر از این بودن که خب این دخترها وقتی که میره بازداشت میشه و آزاد نمیشه و اینا رو به مکانهای نامعلوم شاید انتقال داده شده باشه، هیچون این چیزم وقت ندارد. البته در دستور کار امارت نیست، کاملا مخالف با امو دستور کار وزارت امر بالمعروف هست. چرا؟ به خاطر که مسئله شریعت خیلی واضح و آشکار است، همه چیز هویدا و معلوم هستند. این در حقیقت نوع از تبلیغات است که میخواهد برای مردم ما مشکل ایجاد کند. ما میبینیم بسیار واهمه هستند بعضی دختر خانم ها به امو کار و فعالیتی که مسئول هستند، شریعت برایشان اجازه داده است، در آخر حاضر نمی شود که امین تبلیغات متاسفانه مشکلات ایجاد کرده است. اما بعضی موارد دیگری هم وجود داشت، خب ما شنیدیم، ولی قدن چون این چیزها وجود نداره. مثلا چون این چیزی شنیدیم که والدین اینها را گفتن شما بیایید در حمایت از حجاب تظاهرات کنید. خب این چون این چیزی حقیقت نداره. هر کسی که وقت حجاب را مراعات میکنه نیازی به تظاهرات نیستن. ما عمل میخواهیم، بیاییم در این راستا عمل کنیم که هر کس اما حجاب اسلامی را مراعات کنیم. اینی بقیه موضوعاتی بود که در بین مردم تشویش ها وجود داشت. ما در برنامه های قبلی هم شفاف سازی و روشن سازی کردیم، مسئولین هم جواب خود را دادن که چنین چیزی به وقوع نپیوسته است و رخ نداده است. اما از طرف دیگر ما توصیه برای زی داریم که خانم های ما، خواهران ما، همه مردم باید دستورات را جدی بگیرند. چرا؟ ما در کشور عزیز افغانستان زندگی میکنیم، از خود فرهنگ مشخص داریم، قانون مشخص داریم. اینها لازم است، ضروری هستند که باید
مراعات شود. نیازی به این نیست که یک گروه مشخص یا یک تیم مشخص بیاید برای ما تذکر بدهد. وقتی ما در خانواده مسلمان زندگی میکنیم، برای خود ما لازم و ضروری است که این موضوعات را در زندگی روزمره خود پیاده کنیم. این توصیه به خانم هاست. اما ما خیلی عاجزانه تقاضامند هستیم از علمای خود، از متنفذین، از وکلا که اینها هم تلاش کنند برای مردم اطلاع رسانی کنند و برای خانواده ها موضوع اهمیت حجاب را، فواید حجاب را، اینا را بیان کند و ضررهای بد حجابی را بیان کند تا یک فرهنگ سازی شود در بین مردم ما که واقعا به دل خود بپذیرد. ولی ما میبینیم که اگر خیلی نهایت تلاش شود، بعضی کارهایی که عملی می شود، یعنی مقطعی خواهد بود، آنی خواهد بود، اما زمانی که مردم ما حجاب را، مسائل دینی و اسلامی را به قلب خود بپذیرد، هیچ قدرتی توانایی رو ندارد که از قلب اونها بیرون بزازد. این توصیه دوم هست. اما خواست سومی که ما از مسئولین امارت اسلامی، از رهبران امارت اسلامی، مخصوصا از وزارت امر معروف دارم، او این هستن که یک اندازه کوشش شود نظر به شرایطی که ما داریم، نظر به بعضی مصلحت هایی که داریم، اینها در نظر گرفته شده از راه های تبلیغات و مجالس و محافل و موضوعات های دیگر، اگر بخواهد که امر به معروف را یا مثلا امو مسائل دینی شرعی را در بین جامعه تطبیق کند، حتما اهمیت بیشتری خواهد داشت و حساسیت هایشان نیز کمتر است. ما میبینیم که حرکتی که اخیر امارت اسلامی در قسمت حجاب انجام دادن، حتما نیت نیکی داشتن و نیت مثبت و نیت خیراندیشانه داشتن، هیچ گونه حرفی در وجود نداشتن. اما ما شاهد هستیم که بعضی مشکلات ها هست ایجاد می شود و سویزن ها ایجاد می شود و بعضی دشمنان وجود دارد که از این خلاها استفاده می کند. انشاءالله امارت اسلامی روی بودی فرهنگ سازی، روی بودی که بخواهد برای مردم از جنبه های تبلیغاتی کار کند، این موثریتشان بیشتر هستن. مثلا ما وقتی که برای خواهران صحبت میکنیم، میایم حجاب را تعریف میکنیم، اهمیت حجاب را میگم، از بعد عقلی برای خواهران بیان میکنیم که هر کسی که حجاب را مراعات کند، یعنی چهرهشان نورانی هست، آرامش قلبی دارد، یعنی در حقیقت استحکام و روابط خانوادگی را بیشتر میسازد. ما میبینیم که در این بسیار مشکلات هایی که بین خانواده ها، ناعتمادی هایی که بین خانواده ها وجود دارد، اثرات به حجابی و بد حجابی و بعضی مشکلات های فرهنگی هستند. اگر ما بخواهیم در محدوده قانون و چارچوب قانون حرکت نماییم، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. اینها خود به خود مردم را جذب به حجاب میکند، دیگر لازم به اون نیستن که خدای نخواسته ما از زمینه زور وارد شویم. این آسیبشان خیلی کم هستند. این مجموعه توصیه هایی بود که امی طرف ما از مردم خود تقاضا داریم، از علما تقاضا داریم، و طرف از خواهران خود تقاضا داریم که این موارد را در نظر بگیرد. و خواهش اخیر ما، خب بیان کردیم به صراحت که از امارت اسلامی هست که در این حال نیت نیکی دارد، ولی باز هم تلاش شود یک اندازه مراعات و مدارا شود، زمان میخواهد. ما چون 20 سال با بعضی فرهنگای بیگانه مقابل بودیم و بعضی مردم با ما عادت کردن، تا این عادت کم کم در مرور زمان برداشته شود، ما باید حوصله مندی بیشتری در این راستا به خرج بدیم. ما در جنبندی یا در ختمی از این مصاحبه، ما باید موضوع رو بیان کنیم که ما مجالس محافلی که گرفتیم، خب مسئولین هم وعده کردن که امی مسئولیت واگذار شده است به خود مردم، به علما، به والدین. خب پس مردم هم تلاش کنند که امیر به وجه احسن انجام دهد، که باز هم خدای نخواسته ما شاهد بعضی سوء تفاهمات در آینده نباشیم. دیگه فعل حال البته یعنی روند متوقف است، هیچ خواهر ما، هیچ دختر ما مورد توقف قرار نمی گیرد، ولی کوشش شود که باز هم خدای نخواسته زمینه های و سوء تفاهمات ایجاد نشود که خواهران ما مسئول زندگی. و مسئله دیگری که ما یادآور شویم، ما گفتیم که روندی که مسئولین امر معروف روی دست گرفته بود یک روند سالم بود، اما متاسفانه خب شاید بعضی مشکلات دیگر و سوء تفاهمات دیگر از این مسئله ایجاد شود. ما اطمینان میدهیم که فعلا هیچ مسئول امر معروف، یعنی خواهران ما را مورد توقف قرار نمیدهد. و این مسائل اگر بعضی موارد کدام مشکلات ایجاد می شود، مردم ما، خانواده های ما، علمای ما می تواند با مسئولین امنیتی و با مسئولین صحیح به تماس شود، این موضوعات رو در جریان بگذارد، خدای نخواسته نشود بعضی کسان دیگه از نام امارت و از جایگاه امارت و از موقف امارت استفاده کند و از این طرف هم مردم ما را متضرر بسازد و نسبت به امارت به اعتماد بسازد، و از اون طرف خدای نخواسته نظام و حکومت را بندام بسازد. این چنین در دستور کار امارت نیست. این ما برای مردم خود اطمینان می دهیم که روند کار امارت یک روند سالم است. اگر کدام مشکلات را می بیند،
حتما با مسئولین صاحبی و مسئولین امنیتی با تماس شود تا این مشکلات حل و مرفوع گردد. انشاءالله تا مصاحبه دیگری که در خدمت شما از طریق این کانال بودیم شما رو به خداوند به نیاز میسپارم. انشاءالله همه شما موفق و کامگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.